در نیویورک سازمان ملل متحد زمینه را برای محکوم ساختن رسمی تهاجم روسیه به اوکراین و کمک به کشور جنگ زده آماده می کند به نام ناطقی همکارم در استودیوی نیویورک همراه ما هست به نام محکوم ساختن چه معنی داره؟ به این معنی است که یک قطنومی که در جلسه استراری چهارشنبه شب شورای امنیت تنظیم شده بود قرار است امروز جمعه ساعت سه بعد از ظهر به وقت نیویورک مورد رأیگیری قرار بگیره و طبعا روسیه از حق به توش خودش استفاده خواهد کرد همزمان قطنومی دیگه در مجمع عمومی به تصویب میرسه که در اونجا حق به تو البته وجود نداره اما خب زمانت اجرایی هم در کار نیست پدیده خاصی که عضویت روسیه به عنوان عضو دائمی و صاحب حق به تو در شورای امنیت به وجود آورده با سخنرانی سفیر اوکراین که بر کناری روسیه رو خواستار شده بود بار دیگه زیر سوال رفته با انحلال اتحاد شوروی جمهوری های عضو اتحاد شوروی مراحل پیوستن به به عنوان عضو جدید رو در سازمان ملل طی کردن اما یلتسین رئیس وقت حکومت روسیه استدلال کرد که در سازمان ملل روسیه باید جانشین اتحاد شوروی بشه well, حتما در خبرها خانده اید و امشب در تالار شورای امنیت مشاهده کردید که جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شده ولی در واقع این جنگ در سال 2014 شروع شد برای بشریت و برای این سازمان خاص این یک شرم تاریخی است که طی هشت سال گذشته نتوانست اقدامات لازم را انجام بدهد در سال 2014 روسیه با استفاده از قوای نظامی بخشی از خاک اوکراین یعنی شپ جزیره کریمه رو به خاک خودش الحاق کرد و شورای امنیت و جامعه به عملا کاری انجام ندادند یک دیپلمات غربی به خبرنگاران چهارشنبه شب گفتش که در قطعنامه که امروز قرار هست تصویب بشه امروز جمعه روسیه به رعایت منشور سازمان ملل و قطعنامه 2015 شورای امنیت ملزم میشه اما اقدام عملی سازمان ملل روز گذشته این بود که دبیرکل آمد اعلام کرد که 20 میلیون دلار از محل صندوق مرکزی واکنش انسان دوستانه فورا برای کمک به مردم اوکراین اختصاص پیدا میکنه دبیرکل گفت حمایت از مردم غیر نظامی قطع نظر از اینکه چه هستند و مال کجا هستند اولویت شماره یک سازمان ملل هست میلیون ها اوکراینی در آمریکا زندگی می کنند بسیاری از اونها در نیویورک که به طور سنتی در محله جنوب شرقی مانهاتان اینا سازمان های متعدد فرهنگی اجتماعی و غیر انتفاعی دارند اوکراینی های نیویورک روز گذشته از یه طرف اومدن جلوی دفتر نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل اجتماع خشمگینی تشکیل دادن ولی پلیس به سرعت از جمع شدن اونها در برابر اون ساختمون جلوگیری کرد و از سوی دیگه در مرکز شهر در تایم سکویر جمع شدن تا حمله روسیه به کشور خودشون رو محکوم کنن so خانواده من همین الان در اوکراین هستند و مجبور شده‌اند به پناگاه های زیرزمینی بروند که از ارتش روسیه که در حال پیشروی در خاک اوکراین است پنهان شوند من واقعا برای ابراز احساس کلامی ندارم ولی می‌خواهم صدایم به گوش همه مردم دنیا برسد آیا هرگز خانواده شما در خطر بوده آیا مجبور بودند با دشمنی که آنها را هدف گرفته روبرو شوند این ندای باش است به جهان بیدار شوید و جلوی متجاوز استادگی کنید. خب اجتماعات اوکراینی ها در نیویورک تنها یکی از تزارهای متعددی بود که مهاجرهای اوکراینی در شهرهای آمریکا برگزار کردند گزارش داشتیم از لس آنجلس از سان فرانسیسکو و شهرهای دیگه که تزارات مشابه برگزار شد ممنونم ما هم گزارش رو تهیه کردیم به نام ناطقی همکارم از نیویورک با ما همراه بود